برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دادگاه مهاجرت سوئد روز چهارشنبه حکم اخراج سلوان مومیکا، پناهنده عراقی را که به جرم سوزاندن قرآن محکوم شده بود، صادر کرد. دادگاه مهاجرت در حکم خود گفت که سلوان مومیکا با اقدامات خود به طور جدی به ارزش‌های جامعه سوئد توهین کرده است. این شهروند عراقی سال گذشته در روز عید قربان نسخه ای از قرآن را در محله‌ای در استکهلم که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند به آتش کشید. بسیاری از کشورهای اسلامی سوزاندن قرآن در سوئد را محکوم کردند و خواستار برخورد جدی دولت سوئد با این پناهنده عراقی و منع سوزاندن قرآن شدند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پلیس این کشور از 15 تا 17 بهمن 3076 پناهجوی افغانستانی را اخراج کرده است. سما تیوی روز چهارشنبه 18 بهمن گزارش داده است که این شمار از پناهجویان شامل 212 خانواده می‌شوند. بر اساس این گزارش 1145 مرد، 924 زن و 1007 کودک شامل پناهجویان اخراج شده هستند. طبق اطلاعات موجود از آغاز روند اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان تا کنون حدود 500,000 پناهجو از این کشور اخراج شدند. جناب شیخ مصطفی محمدی مدیر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به همراه تعدادی از مدیران شبکه‌های تخصصی میزبان هیئتی از بزرگان، شیوخ و دانشگاهیان شهرستان داقوق بود. هیئت یاد شده در این دیدار مدیر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام را در جریان فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی شهر داقوق و نیز نیازمندی‌های این شهر قرار دادند. جناب شیخ مصطفی محمدی نیز تأکید کرد که پوشش فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی شهرستان داقوق در دستور کار شبکه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام قرار خواهد گرفت.